نخستین نوارها از بیمارستان شهری چینگرای که آنجا فوتبالیستان نورس و مربی آنها بعد 17 روز اسارت در غار تاریک و زیر آب مانده معالجه می شوند. ویدیو را مقامات کشور رسانه کرد. پسرها خوشحال به نظر می رسند و دست افشانی می کنند. پزشکان می گویند با وجود لاغر شدن نورسان خود را خوب احساس می کنند. اما بنابر سرایت یافتن شوشی آنها باید 10 روز دیگر در بیمارستان بمانند. بعد رخصت شدن مدت یک ماه دیگر زیر نظارت پزشکان قرار خواهند داشت. یک ویدیوی دیگر را غواصان نیروهای تعینات مخصوص منتشر کردند. این نوارها در داخل غار تهم لوانگ به هنگام انجام عملیات خطربار برداشته شده است. 12 فوتبال بازی از 11 تا 16 ساله و مربی 25 ساله آنها چندین کیلومتر از برآمدگاه غار پناه برده بودند. راهی رسیدن به آن مکان حتی برای غواصان پرتجربه مشکل بود. نقبا اکثرا زیر آب مانده و بعضی گذرگاه‌ها تا حد تنگ بودند که یک نفر با بالونی در پشت نمی‌توانست آنجا عبور کنند. یکی از غواصان حتی هلاک شد. این نشانه وحدت است. وحدت نه تنها چیانگرای و تایلند، این وحدت سراسری است. حادثه نشان داد که این نه تنها عملیات نجات، بلکه شهادت وحدت تمام ملت‌های عالم است. برای بیرون آوردن دسته نورسان به حال مانده 3 روز لازم آمد، جایی که امکان بود آنها را با زنبر می بردند. در عملیات نجات بخشی ده ها غواصان و اختیاریان از تمام جهان شرکت داشتند. میلیون ها نفر این همه مدت منتظر شنیدن خبر خوش از غار تایلند بودند. روزی چهارشنبه سروزیر تایلند به همه آنهایی که در نجات نورسان اشتراک کردند ابراز سپاس کرد. خبر نجات فوتبال بازان نورس توجه ستاره های فوتبال را که حالا در جام جهان سبقت دارند جلب نمود. بسیاری ها به نورسان صحتی کامل آرزو کردند. رئیس فیفا اتحادیه بین المللی فوتبال نورسان را به تماشای قوازمایی نهایی جام جهانی دعوت کرد، ولی کارانتین 10 روزه امکان نخواهد داد که آنها جام جهانی را در مسکو تماشا کنند. خوب، شاید رئیس فیفا آنها را به مسابقه های بعدی دعوت کند.